همه متقاضیان خودرو در طرح جدید می توانند خودروی مورد نظر خود را خریداری کنند، اما زمان تحویل بر اساس اولویت بندی مشخص می شود. مدیر کل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت گفته اولویت بندی هم به صورت چینش تصادفی است. بازار داغ خودرو در آخرین روزهای زمستان بزرگترین عرضه سال را پیش رو دارد. تعداد بالای مثلا 500 هزار دستگاه است و ما اینجا دیگه قرعه کشی رو هم حذف میکنیم. متقاضیان از 20 تا 23 اسفند فرصت دارند تا با واریز 100 میلیون تومان در یکی از بانک های مشخص شده حساب وکالتی ایجاد کنند. بعدش اتفاقی که میفته اینه که در واقع نوبت دهی میکنیم با توجه به برنامه خودروسازان، برنامه تولیدشون نوبت هر کس مشخص میشه. این اتفاق احتمالاً باید در حالا فروردین 1402 در اتفاق بیفته. اسفند سال گذشته رئیس جمهور دستور داده بود تا قرعه کشی خودرو در سال 1401 حذف شود. باید تکلیفش روشن بشه و حالا کارشناسان معتقدند اولویت بندی برای تعیین زمان تحویل هم به نوعی قرعه کشی است. اولویت تحویل خودرو به ثبت نام کننده بر اساس میزان واریزی باشه، یعنی هر کسی که در واقع سهم بیشتری پرداخت کنه یا مصرف کننده واقعی که همه مبلغ خودرو رو یک جا پرداخت میکنه، این میتونه در اولویت در واقع تحویل خودرو باشه. موضوع رو با معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت در میان گذاشتیم. روی این فکر راستش نکردیم، میتونیم مثلا روی همین با ترجمه هنوز طرح کامل در واقع اجرایی نشد میشه، اینم روش فکر کردش. اگرم ببینیم مکانیزم پاسخ واس اصلا میتونیم این مکانیزمی هم. البته مدیر کل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت معتقد است که پول بیشتر در اختیار دلال‌های بازار خودروست و با این روش مصرف کننده واقعی دیرتر صاحب خودرو می‌شود. مبنا را کسی که بیشتر پول بپردازه بگذاریم، ممکنه بسیاری از سوداگرانی که میتونن در حقیقت توی این مسیر قرار بگیرن بیان و در اولویت قرار بگیرن و بازار خودروی کشور به سمت سفته‌بازی و اینها پیش بره، در حالی که هدف اینه که متقاضیان واقعی واجد شرایط در این طرح بیاین و خودرو رو دریافت کنن. بنابراین روش منصفانه‌تر اینه که لیست انتظاری شکل بگیره. امیر نوایی، خبرگزاری صدا و سیما.